در ادامه دادخواهی ها برای روشن شدن چگونگی تروری ماسیاوش، این بار مردم ولایت هرات هم از فعالان مدنی، رسانه ها، جوانان، زنان و اقشار مختلف آن ولایت با رو اندازی کاروزار جمع‌آوری امضا از شورای امنیت سازمان ملل خواستار بررسی قضیه شهادت ماسیاوش توسط هیئت کریمینال تکنیک بی‌طرف بین المللی در یافتن قاتل از طریق کمره‌های بانک، جی پی اس موتر بانک، بالون فضایی و کمره‌های چهارراهی‌های مسیر افغانستان بانک تا مکروریانه سوم شدند. متاسفانه که از چند بدین سو تمام مردم در جریان هستند، مردم افغانستان، که تهدیدها یا بیشتر فوکس دولت روی خبرنگارها شده و هر خبرنگاری هم که ما از دست میدیم متاسفانه دولت هیچ گونه اقدام یا پیگیری بر جزئیات است یا به دنبال سند و اسناد به سندهای اسناد خبرنگاران نمیگرده. اما سیاوش از جمله چهره های ناماشنای رسانه‌ای افغانستان بود که متاسفانه به شهادت رسید به گونه واقعی که ما انتظار نداشتیم. متاسفانه رئیس بانک مرکزی هم از جزئیات از این حمله آگاه است، از طرح از این حمله آگاه است، ولی متاسفانه تالی را به رسانه ها و به دولت شریک نساخته که ما هم دادخواهی های خود همچنان ادامه میدیم و این ادامه داره و ادامه میدیم تا یکم مشخص بده بشه. اگر امروز نوبت یما سیاوش بود، فردا نوبت یک دیگر است، پس فردا نوبت ما است، پس فردا نوبت روز دیگر، نوبت یک هم مسلک دیگر ماست که باید ما دادخواهی خود ادامه بدیم تا اینکه دولت متوجه از این مسائل همچنان بیشتر باشد. به نام پروردگار، وحید کامیار هستم، نماینده رسانه‌های حوزه غرب افغانستان. در یه آخر قتل خبرنگاران و فعالین مدنی گسترش یافته، اما تفاوتی که قتل یمای سیاوش با بقیه خبرنگاران داره اینه که اسناد و مدارکی که مشهود هست نزد رئیس بانک مرکزی افغانستان هست و از دادن این اسناد و مدارک به رسانه‌ها، جامعه مدنی و کمیسیون حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان امتناع می‌ورزد. ما دادخواهی های خود در کشور داشتیم اما متاسفانه نتیجه نداد و حال این دادخواهی ها را به سازمان ملل متحد و شورای امنیت قراره که بکشانیم تا ببینیم چه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سجدبر سمیلی هستم، مسئول تلویزیون ترقی. ما امروز خیمه دادخواهی برای پیگیری قضیه قتل شهید یما سیاوش خیمه برپا کردیم، به خاطر که نهادهای دولتی نزدیک با گذشت دو ماه تا حال برای ما پاسخ در این زمینه ندادند یا اطلاعات اولیه را حداقل به دسترس رسانه‌ها قرار ندادند که موضوع از چه قرار بوده و ما از حکومت دیدیم دیگه تا حال نتیجه ندادند. ما خواهان رسیدگی سازمان‌ها و نهادهای جهانی هستیم که تا برای حمایت و یا پیگیری قضیه شهادت یما سیاوش بگیرند و ما از اینا می‌خوایم به صورت درست بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنند که قضیه روشن بسازند و عاملان از اون مشخص شکایت یا کیا هستند و کیا دست دارند. ممنون هستم. رحمان رحیم، دکتر ظاهر نیکزاد است. واکنش مردم در مقابل همچون بی‌عدالتی هایی که در مقابل خبرنگاران عزیز ما میشه، خواستار از اینا فقط به مجازات رسیدن عاملین از این قضایا هست تا اینکه با عاملین از اینا رسیدگی بشه و بتونن که دادخواهی صحیح و درستی رسیدگی بکنن. طوری که همه به جریان هستن، متاسفانه که قتل یا ترور یکی از شخصیت‌های مطرح افغانستان یما جان سیاوش هنوز پوشیده و پنهان ماند. دادخواهی‌های در داخل افغانستان صورت گرفت و تعداد زیادی از نهادها یا از شخصیت ها آمدن دادخواهی های کردن که متاسفانه به دادخواهی های ای افراد هیچ نوع توجهی نشد یا به دادخواهی های نهادها هیچ نوع توجهی صورت نگرفت. در حال حاضر ما میخواهیم که امین دادخواهی های خود تا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برسانیم. امیدوار هستیم که هرچی زودتر به این دادخواهی ها همچنان گوش شنوایی پیدا بشه و قتل یا ترور این شخصیت پیگیری بشه و نتیجه این پیگیری ها همچنان برای مردم افغانستان در میان گذاشته بشه تا این چیزی که مبهم و پوشیده و پنهان مانده این باز بشه تا مردم آگاه بشن که دست چی اشخاصی در پی ترور این شخصیت دخیل بوده و امیدوار هستیم که هر چیزی تر این موضوعی پوشیده و پنهان همچنان باز بشه و مردم آگاه بشه.